یو گایز اند گلز، خوش اومدین به پارت دوم پادکست اورکا. خب امیدوارم حالتون خوب باشه. دفعه آخر تا جایی گفتیم که فورتنایت نصب کردم و اولین دراپمو داشتم و توسط یه تراپ کشته شدم. بعد از اون مچ فورتنایت تنها فرار من شده بود از زندگی که تو اون شرایط بد سر من خراب شده بود. یه عالمه مشکلات تقریبا مالی، مشکلات خانوادگی، مشکلات احساسی، مشکلات دوستی، هر مشکلی بگین روم تلمبار شده بود. فورتنایت و کتاب رخت خوابت رو مرتب کن و کتاب ای کاش موقع که 20 سالم بود میدونستم شده بودن سه تا پایه‌ای که من نگه داشته بود تو زندگی که واقعا کلپس نشم. هر جا میرفتم لپتاپ هم با خودم میبردم چون من پیسی نداشتم. یه لپتاپ داشتم، یه لپتاپ ایسوس ROG GL702VM که بعدن SSDش آپگرید کردم، ولی اون موقع هارد درایو داشت و فورد کند میومد بالام. هیچ وقت لپتاپ میگیرید هارد درایو نیازارید روش، ازتون پاره میشه. بنا به مشکلاتی از خونه اصلیم و سر کارم که تقریبا حقوق خوبی هم داشت اومدم بیرون و رفتم خونه مامان بزرگم و رفتم توی یه اسباب بازی فروشی اسم ماتیلوس کار کردم. توی خونه مامان بزرگم که بودم میز کامپیوتر و اینجور چیز نبود، میز تحریرم نبود، تنها میزی که میشد روش واقعا نشست و با لپتاپ کار کرد میز نهارخوری بود. میز نهارخوری هم چهار نفره بود، یه طرفش چسبیده بود به دیوار پس سه طرف میشد نشست روش. من اونجا میشستم بازی میکردم. دو سه تا کتاب از مامان بزرگم قرض میگرفتم میذاشتم پشت لپتاپ که یه ذره بیاد بالا هوا رد شه از زیرش، و یه کتاب میذاشتم سمت راستم که موسم بذارم روش چون مثبت نداشتم. فورتنایت قبل از اینکه من، یعنی قبل از اینکه اصلا فورتنایت داشته باشم، یه موس داشتم که با اون گیم زدم، ریزر ناگا اپیک. اون موس رو حدود خیلی مدت زیادی داشتم، فکر کنم 5 سال داشتم ناگا اپیکو. خیلی موس خوبی بود و از همون اول با موس بیلت میکردم. بعد اون موس خراب شد و مجبور شدم یه موس جدید بخرم و تحقیق کردم دیدم استریمر مورد علاقم نینجا جی 502 لاجیتک داره. پس من رفتم جی 502 لاجیتک اسپکتروم خریدم. اون موقع هنوز هیرو نیومده بود یا حتی لایت اسپید، و تقریبا آخرین پولام بود که داشتم خرج میکردم و دادم واسه موس جی 502. حدود 400 خورده خریدم لاجیتکو و تمام فکر و ذکرم شده بود که با یه دونه آنتن سیم کارت موبایلم که رایتل بود بازی کنم. روزا میرفتم سر کار از خونه مامان بزرگم، از خیابون شمشیری میرفتم تا زعفرانیه، چون کاری که گرفته بودم تو زعفرانیه واسه قبل از این بود که من موف کنم توی خونه مامان بزرگم، پس کارم هنوز نزدیک بود به خونه قبلیم. از شمشیری میرفتم زعفرانی، از زعفرانی میمدم دوباره شمشیری، ازم پاره میشد مرد. میادم میشستم فورتنایت بازی میکردم. پینگم واقعا فهم میکنم 280-250 بود با رایتل. هیچ وقت با LTE بازی نکنید، سعی کنید همیشه با
فیبر یا ADSL بازی کنید. فیبر از همش معقول تره، ADSL تکنولوژیه که حالا کل دنیا برداشته شده، فقط تو ایران هست، کاری ندارم. انقدر پینگ بالا بود که شما تقریبا تلپورت میشدین، ولی استیل روزی تقریبا یه دونه وین، دوتا وین میگرفتم خوشحال بودم. بعضی وقتا سه تا وین بهترین روز زندگیم بود اگه سه تا وین میگرفتم. با دوستان بازی میکردیم، دوستای خارجی پیدا کرده بودم با اونا بازی میکردم و واقعا فورتنایت فرار خوبی بود واسه من. منو از کل دنیا جدا میکرد و میبرد توی دنیای بتل رویال. به فورتنایت بیشتر و بیشتر علاقه پیدا کردم تا یه شب متوجه شدم که یه مسابقه داره برگزار میشه به عنوان نینجا وگاس 2018. تقریبا میشه گفت اولین مسابقه رسمی و اسکریم فورتنایت بود که نینجا توی وگاس برای خیریه داشت اینو ترتیب میدید. پلیرها خیلی خوبی بودن مثل بلایند که فکر میکنم هنوزم بازی میکنه ولی دیگه مطرح نیست، مثل TSM میف که هنوزم بازی میکنه ولی دیگه مطرح نیست. همشون رفتن تقریبا سراغ کانتنت کریئتوری، خود نینجا، پانیشر که هنوزم بازی میکنه و خیلی های دیگه. استریم اون شب نینجا که نینجا وگاس 2018 بود بهترین استریمی بود که تو زندگیم دیدم. ساعت 2 شب بود تا ساعت 8 صبح طول کشید و من نخوابیدم و خواب آلو رفتم سر کار و یادم حدودای ساعت 4 صبح بود، حجم سیم کارتم تمام شده بود نتم و کلن 30,000 تومن توی کارتم بود، 21,000 تومنش رو دادم حجم خریدم که ادامه مسابقه رو تو توییچ ببینم. تمام آرزوم این بود تو مسابقه باشم چون میدونستم میتونم. اصلا نمیتونستم هم دوست داشتم تو اون فضا باشم، دوست داشتم وقتی یک نفر رو میکشم یه سری تشویقم کنن، یه سری هایپ کنم، دوست داشتم از خودم اسپانسر داشته باشم، دوست داشتم بازی کردنم مهم باشه واسه چند نفر، حتی شده 5 نفر، 1 نفر مهم نیست. دوست داشتم بازی کامپیوتری که حالا بعد مدت ها برگشتم بهش این دفعه هدف دار باشه و بتونم باش به جای خوبی برسم. هنوز استریم رو تو دست استریم اون شب اینجا ندیدم. اون استریم باعث شد که من اون روز یه رویا بسازم که من یه روزی باید توی 4 سال آینده، توی 3 سال آینده تبدیل به یه پلیر موفق و یه استریمر موفق بشم و اون استریم استارتش رو زد. مرسی که تا اینجا گوش کردید بچه ها. من سعی میکنم پارت پارت براتون این داستان رو بگم، پس بعضی پارت ها شاید کوتاه باشن ولی خیلی مهمن و شاید بعضی پارت ها بلند باشن ولی خب بیشتر طول کشیدن، ولی دوستان پارت پارت باشه که make sense باشه. مرسی که گوش کردین و اگه دوست داشتید ساب کنید، لایک کنید، اگه دوست نداشتیم میدونی چی کار کنید. میبینمتون تو قسمت بعد، فعلاً.